با سلام، با سلامی مجدد، فرزاد شبسری هستم و این پنجمین برنامه که تلویزیون مردم به من اختصاص داده و امروز فوریه، چه آخرین چهارشنبه فوریه هستش، همونطوری که قرار بود برای 5 هفته آخرین چهارشنبه های هر ماه و بعد بیام در خدمتتون باشم. امروز هم 29 فوریه سال 2012 هستش و با خوشحالی هرچی بیشتر برگشتم که در خدمتتون باشم و از شما تشکر میکنم که یک بار دیگر مهماندار و پذیرای من در محفل خودتون، در خانه خودتون، در آفیس خودتون یا هر جایی که هستید. گویا این روزا میشه برنامه ها رو حتی از طریق تلفن نگاه کرد. توی مترو هستید، اگر اشتیاق دارید اونقدر که نگاه بکنید برنامه منو، در صورت ازتون تشکر میکنم و این استقبال شماست که اشتیاق منو بالا میبره و من خواستار این هستم که هرچه بیشتر در خدمتتون باشم و صحبت هایی که با هم داریم مجددا شروع بکنیم و به پیش ببریم با امید روزی که ارتباط بهتری بین مردم جهان و بلخص ایرانیان و جماعت خودمون باشه که بتونیم از این راستا برسیم به اتحاد جدیدی، خلاصه ارتباط جدید، اخلاق جدید و همونطوری که زرتشت هم بهش اشاره میکنه و از گفته های بسیار خوبیه که همیشه پیش من هم میمونه، پندار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک رو در مد نظر داشته باشیم که بدین ترتیب بتونیم محبته خوبی رو برای نه تنها خودمون بلکه برای دیگران هم به وجود بیاریم. این محتوای برنامه های بنده هستش که تا کنون در این 5-4 برنامه گذشته و در این 5 هفته بهش میپردازیم. در ابتدا من خواستار این هستم از تلویزیون مردم صمیمانه تشکر بکنم که یک همچین مجموعه ای رو در وهله اول به وجود آورده که افرادی مثل من یا شما برانگیخته بشید، برانگیزه شما رو و بیایید و در این مجموعه شرکت بکنید، حرفای خودتون رو بزنید یا از این مجموعه استفاده بکنید برای نگاهی متفاوت به مسائلی که اتفاق میفته در اطراف ما، چه به صورت جهانی، چه به صورت کشوری، چه به صورت محلی. و بدین ترتیب خواستم از تلویزیون مردم تشکر بکنم که این موقعیت رو فراهم میکنه، اینقدر آراسته و افراد خوبی رو جمع آوری میکنه با دیدگاه مختلف و این بسیار بسیار خوشاینده، چون انگیزه بنده هم همینه که دیدگاه مختلف. This is Magic and this is Jack. I named it after my dad's invention, the Magic Jack. I love the Magic Jack. و این توقع میره که اگر این اتفاق به صورت متعارف و علمی و عاقلانه اتفاق بیفته، خارج از خصم و خشونت و بدرفتاری و بدگفتاری و بدپنداری، فکر میکنم یا اینکه باید بگم امیدوارم که محیط بهتری رو داشته باشیم، چرا که همونطوری که از ابتدا خدمتتون گفتم مقوله‌ای که ما باز کردیم، من باز کردم، مثل یک پیاز میمونه که چندین لایه داره، هی لایه هاشو باز میکنه، مثل یک کتاب میمونه که چندین برگ داره، هی ورق میزنیم و پیش میریم با هم دیگه. به همین ترتیب همینطوری که میبینید استودیوی ما عوض شده و من دیگه اون کره پویسترم نیستش که در رابطه با اونم توضیحاتی خدمتون خواهم داد. بالاخره خواستم اینو خدمتون گفته باشم، تلویزیون مردم این موقعیت رو فراهم کرده، به منم افتخار داده که در میان مجموعه خوب باشم، منم حرف دل خودم رو بزنم بدون اینکه ارتباطی با محافل یا مجامع یا سازمان ها یا گفته ها یا اشخاص دیگه ای که توی این تلویزیون هستن،
ما هر کدوم به طور استثنایی و بدون اینکه با هم دیگه ارتباط خاصی داشته باشیم حرف دلمون رو میزنیم. احتمالا لااقل میتونم از جانب خودم بگم که این حرف حرف دل منه، همونطوری که شما هم یادتون هست و همیشه من اینو تکرار و تکرار و تکرار خواهم کرد. در اندرون من خسته ندارم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. تنها انگیزه ای که منو میاره در مقابل این تلویزیون یا در مقابل این دوربین قرار میده این هستش که عشقی که من به جامعه بشری دارم، عشقی که من به بهبود جامعه بشری دارم، عشقی که من به صلح دارم، عشقی که من به بهبودی همگانی دارم و به این خاطر هستش که از جنگ پرهیز میکنم، از کسانی که جنگجو هستن لااقل ازشون درخواست میکنم نظر من هم گوش بکنم، نظر غیر جنگجویان هم گوش بکنم. شاید از این جنگجویی و این خصومت و این گونه رفتاری که در جهان امروز جد عمومی شده دست بردارم. با این مقدمه از دوستان تقاضا میکنم، از بینندگان تقاضا میکنم که تلویزیون مردم رو باید شما پشتیبانی بکنید، پشتیبانی مالی. درسته که بودن شما ارزش بسیار بسیار زیادی برای خود من و همینطور میدونم مدیران تلویزیون مردم همین خواسته رو دارن. اونها هم انگیزشون بیشتر این هستش که ارتباط بهتر و از یک موضع بهتر ما بتونیم با هم دیگه کار بکنیم، در یک مجموع حرفای دلمون رو بزنیم، خواسته هامون رو بگیم. ولی این نمیتونه بدونه اینکه شما بیاید و همکاری خودتون رو با هر مقدار کمی هم که شده، $10، $15، $100، $500، $1000، $2000، چرا که نه. و اگر این مجموعه رو نگاه میکنید من شما رو ترغیب میکنم که لااقل خودتون رو بذارید که اگر من میام اینجا وقتمو میذارم در خدمتتون هستم و با هم ارتباط برقرار میکنیم، شما خودتون وقتتون رو میذارید که من در صورت نکته‌ای داشته باشم که شاید مفید برای شما یا مفید برای خودم در وهله اول واقع بشه، بدین ترتیب اینو اگر بخوام ارزش مالی هم روش بذاریم من فکر میکنم جایز باشه که تلویزیون مردم رو تا اونجایی که میتونید حتما و مکررن سپورت بکنید، پشتیبانی بکنید از نظر مالی. توجه بفرمایید که حتی اگر شما بعضی وقتا، من خودم اتفاق زیاد افتاده، فیلم رفتم، فیلم میری شما تو سینما $10 میدی، $8 میدی و حتی اگه فیلم خوبی هم نباشه بالاخره یاد میگیرین که چگونه نرید فیلم بعد. پس به این خاطر این تلویزیون اگر یا این تلویزیون کامپیوتری اگر حتی شما رو ترغیب نمی کنه، شما علاقمند بهش نیستید، من که میدونم هستید در الان به این برنامه نگاه میکردید یا علاقه شما به من هم هستش که من مشابه من هم هستید، بدین خاطر اجازه بدید که مثل اندازه یه دونه فیلمی که شما تشریف میبرید به یه سینما این پشتیبانی مالیتون رو از این تلویزیون انجام بدید. در مسیر برنامه امروز نکات مختلفی رو همونطوری که همیشه آغازش یه مقدار مسائل مخصوص خودشو داره بعد یواش یواش آخرش خوب میشه، من شما رو دعوت میکنم که تا آخر برنامه با من باشید و بتونیم این مقوله جدید و چیزایی که از گذشته برنامه گذشته دریافت کردیم لااقل یک بار دیگه مرور بکنیم و همینطور ببینیم که شما چه نظری دارید، شما چگونه دیدید، آیا حتی اگر مخالف هستید اینو میخواید به چالش بذارید، به چالش بگیرید، لااقل صحبت خود شما رو هم بشنوید. در 30 دقیقه آخر این برنامه که تا ساعت 4 به وقت نیویورک یا واشنگتن خواهد بود، در 30 دقیقه آخر تلفن ها رو باز میکنیم که شما بتونید اگر نظری خواستی بدید یا خواستی سوالی باشه اگر بتونم جواب بدم و اگر نه موکولش میکنم به تحقیق، نه با هم دیگه میریم بازش میکنیم. بدین خاطر در 30 دقیقه آخر این برنامه ما تلفن ها رو باز میکنیم که شما بتونید با ما ارتباط برقرار بکنید و از این به بعد ما برنامه ها به صورت
زنده نخواهد بود، مگر اینکه اصرار بسیار زیادی داشته باشید، ایمیل های فراوون شما برسه که باید برنامه زنده باشه. به این ترتیب باز برمیگردیم سر برنامه زنده، به خاطر اینکه مقوله مالی اجازه نمیده، همینطور مسائل کاری. در حین برنامه شما ایمیل بندر هم خواهید داشت، ایمیلی که من اختصاص دادم به این برنامه تلویزیون کامپیوتری یا تلویزیونی هستش، farzatv1@gmail.com. حتما زیر نویس خواهید دید از دفتر مرکزی تلویزیون مردم اینو حتما ارائه خواهند داد، و بدین ترتیب میتونید ایمیل های خودتون رو بفرستید. منم اگر موقعیت فراهم بشه که بتونم ایمیلاتون رو بخونم حتما بهش نگاهی خواهم کرد، اگر بتونم جواب بدم که باز در خدمتتون هستم. اینا بهش میگن دیگه وسایل اولیه رو آماده بکنیم، چون باید این موارد رو خدمتتون عرض میکردم. برمیگردیم سر خود بنده، چون یه 5 دقیقه 6 دقیقه ایرم 10 دقیقه هم شد دیگه اشکالی نداره، یک مقدار برمیگردم که کار من چی هستش، شغل من چی هستش و چگونه شما میتونید از شغل من استفاده کنید، من در خدمتتون باشم. کار من خرید و فروش منزل و مستغلات تجاری هستش در ناحیه ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی، ولی این محل کار بنده است. ولی اگر نیازی در خارج از این منطقه هم حتی باشه، بنده میتونم در خدمتتون باشم در سراسر امریکا. و بدین ترتیب سوالی باشه، بخواید کاری انجام بدید، خریدی، فروشی یا هر گونه که باشه، بدین ترتیب من بتونم در خدمتتون باشم. کویا مرحله بعدی که خدمتتون باید ابراز کنم این هستش که الان من میبینم تصویر نیستش، شاید باید یه چند دقیقه صبر بکنم تا تصویر برگرده. نمیدونم اصلا من ارتباط با شما دارم در حال حاضر، صدای من لااقل میشنوید یا نمیشنوید، به این خاطر باید صبر بکنم تا از دفتر مرکزی این اشکال فنی حل بشه، رفع بشه، تا مجدداً در خدمتتون باشم. پس جرعه آب بخوریم و منتظر باشیم تا دنباله برنامه رو ادامه بدیم. خب گویا من برگشتم و خلاصه در خدمتتون هستم. دوستانم به سرعت ارتباط برقرار کردن، گویا اینم از دفتر مرکزی تلویزیون مردم. خب ارتباط برقرار شد، در خدمتتون هست. ببینید چقدر سریع ما میریم و برمیگردیم، غیب شدیم حالا برگشتیم ظاهر شدیم، و خوشحالم چون دوستان به سرعت با ایمیل بنده farzatv1@gmail.com تماس گرفت. اگر اینقدر شما اشتیاق دارید به برنامه بنده، بنده خیلی سرفراز هستم، خوشحال هستم و این اشتیاق رو همیشه میخوام نگه دارم. برگردیم سر چند تا موضوعی که داشتم خدمتتون عرض میکردم در رابطه با مسائل مختلف. اون قسمت مربوط به تلویزیون مردم که نیاز به پشتیبانی مالی شما داره، اون به جای خود بهش پرداختیم. در ادامه صحبتم بدین ترتیب بود که امروز به مطالب مختلفی خواهیم پرداخت. یه مقدار برنامه های گذشته رو نگاه میکنیم که چه گذشت، چه گفتیم، چه شد و چرا ما هنوز خیلی از اون بابلمون نمیان بیرون، از اون چارچوبی که درست کردیم دور خودمون هنوز نمیخوایم بیایم بیرون و هنوز درصدت هستیم که با هم دیگه لیبل بزنیم، هم دیگه رو متهم بکنیم، هم دیگه رو تهدید کنیم، یا اینکه آیا این جبر جهانیه که این گونه وجود اومده، ولی ما همچنان پیش میریم. دقیق بفرمایید، من از مثالهای مختلفی استفاده میکنم، مثالهای منم خیلی ملموسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه
حالت عادی داره. من اینجا مثل خود شما، البته شما سرتر از من هستید، من کمتر از شما، ولی مثل خود شما میخوام باهاتون حرف بزنم، مثل اینکه تو خونه نشستیم، از طریق و الفاظ و مدل های استفاده نمی کنم که آخرش هم نفهمیم چیه و خیلی از جانب بالا باشه بذارم پایین. نه، آی بال تو آی بال، نی کرد تو نی کرد، چشمامونو به هم میندازیم و صحبتامونو میکنیم. به همین خاطر من احساس ارتباط قلبی با شما دارم و فکر میکنم که شما شنوندگانی هستید که یا بینندگان و شنوندگانی هستید که ارتباط ما قوی شده، خوب شده و من مشوق من هستش همچنان و همچنان که بتونم بیام و جلوی این دوربین قرار بگیرم. از مسائل مختلفی که هر دفعه من بهش اشاره میکنم، رادیوی صدای آشناست که در نزدیکی‌های عید که میشد، همونطوری که بعضی وقتا صحنه‌های رو یا تیکه‌هایی از اون برنامه رادیویی رو براتون پخش میکردم، این بار هم ندارم، یعنی تنظیم نکردم که براتون پخش بکنم، ولی میتونم خاطراتی رو بگم. نزدیک عید که میشد و عید نوروز ما هم نزدیک هستش، یک شوق و شعبی در استودیو به وجود میومد، خلاصه موزیک شادی و شادی برانگیز شروع میشد و جو بسیار شادی رو تولید میکردیم و تهنیت میگفتیم به تمام ایرانی ها و کسانی که نوروز رو جشن میگیرن، اون بهار رو، خجستگی بهار رو تبریک میگفتیم به جماعت انسانی جهان و همچنان خواستم چون در راه بهار هستیم، این روزا در اطراف ما لااقل دیگه بوی بهار میاد و صدای خوش بهار رو شما با اون بادهای ظریفش میشنوید، بدین خاطر خواستم خدمتتون پیشاپیش بهاران و خجسته گفته باشم بهتون و نوروزتان مبارک باد. و در همین راستا دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه و همچنان در کنار خانواده دوستان به شادی و شعف بپردازید، علی رغم تمام چیزهایی که قرار به ما بغنه بشه، قرار به ما نگتنیتی تحمیل بشه و یه مقدار اشاره میکنیم به مسائل گذشته، دفعه گذشته. در همین راستا من یه مقدار اشاره میکنم از برنامه‌های گذشته‌ای که من در شهر انجام دادم. خب یه مقدار گفتیم راجع به رادیو صدای آشنا، یه مقدار فعالیت‌های شهری، پارک رفتن که از سال 1993-91 چه کارهایی میکردیم، چه جشنهایی رو میذاشتیم و چه کسانی رو میوردیم که شهر، کنسرت میذاشتیم، آقای موین رو میوردیم، خانم لیلا فوگوه رو میوردیم، آقای شمایزاده رو میوردیم، خلاصه حتی در مواقع مختلف کسانی بودن مثل آلابینا، اونا رو میرفتیم پروموت میکردیم، جیپسی کینگ در وولف تراب، آلابینا در وولف تراب یا لیزنر آدیتوریوم، اینا رو در صدد بودیم که باهاشون کار میکردیم چون میخواستیم جو ایرانی از این خمودگی بیاد بیرون، شاد باشه. ولی نهایتا دوره هم که هستیش فقط به این که بخوایم آراسته بپوشیم، کیف زرق‌وبردار یا کفش زرق‌وبردار کفایت نکنیم، یه مقدار به هم عادت کنیم، بیان به هم بپیوندیم و بتونیم جهان بهتری رو، چون همیشه این اغلقاً در ذهن بنده بوده، همونطور که نمونه هاشم خدمتتون نشون دادم که از چه راستای همیشه فعالیت شهری و هر چه کاری که انجام میدادم و از اون نشأت میگرفت، از اونجا شروع میشد و میرفت جلو. دوستی در میان نامه ها یا ایمیل ها یا تلفن ها گوید علاقه من بودن که چرا من لبخند زیاد میزنم. من یاد یک داستانی افتادم، همونطوری که خدمتتون عرض کردم فیلم باشور رو در این شهر آورده بودم در برنامه گذشته، لطف کنید برید نگاه بکنید که راجبش صحبت کردم، سینما بایوگراف آورده بودیم، من سالهای خیلی قدیمی هستش، در قسمتی هستش که
خانمی که حتما اگه فیلمو دیدید، اگه ندیدید من یه ذره شما ستون تعریف کنم. خانمی که در شمال ایران زندگی میکنه و گیلکی حرف میزنه، پسری که از جنوب ایران اومده اونجا بر اثر جنگ و حوادث مخصوص خودش اومده و به شمال ایران در اون منطقه بالاخره رسیده، این خانم قراره با زبونی که از هم نمیفهمن ولی احساس هموطن بودن، احساس ایرانی بودن رو میکنن، قراره باهاش ارتباط برقرار کنه. در هر صورت تا اونجایی که میتونه این یواش یواش وارد خانواده میشه، احساس امنیت میکنه با این خانواده جدیدی که پیدا کرده، اون پسر عرب ایرانی که از جنوب ایران اومده بوده شما رو خدمت دارم عرض میکنم. و یه روزی خب خانوما کار میکنن، کارهای مخصوص منزل هستش، بالاخره اونجا هم توی یک دهکده‌ای هست در شمال، بسیار فیلم قشنگی هم هستش. خانوما فعالیت های مخصوص خودشون رو دارن، لباس میشورن یا غذا درست میکنن، آذوقه میبرن، آذوقه میارن، گوسفند میبرن، میچرونن. و پسره خب نمیدونه چی کار بکنه، در کدوم قسمت شرکت بکنه، و به همین ترتیب از این اهالی ده و رهگذران اینا میان و اعتراض میکنن که عجب تو زنی هستی، این پسره هیچ کار نمیکنه، تو داری واسه این کار میکنی و این چه روابطیه که بین شما هستش؟ بگم یه پسر بچه هست، یه خانومیه، حتما خودتون فیلم رو دیدید، ولی در هر صورت این قورشون رو زدن یا ابراز نظر میکردن. خانم شروع کرد گفتش که خب راست میگه، من نمیتونم جلوی دهن مردم رو بگیرم، باید باهاشون کنار بیام. یه مقدار کار داد به بچه، مثلا گفتش اینو ببر اونجا، اونجا رو برو تیشه بزن، برو یه ذره هیزم واسه ما بیار، یک سری کارهایی رو بهش داد. یه عده دیگه باز از اونجا رد شدن و گفتن که این چه آدمیه، این بچه رو گرفته اینجا به کار کشیده به جای اینکه این مهمون باشه ازش نگهداری کنه مثل بچه خودش. و خانومه مستاصل مونده بود که هر کاری که میکنه باید یه چیزی توش هست. در رابطه با لبخند بنده، بنده هم مثل همون اطلس که خدمتون گفتم که کره زمین رو دوشش هستش، من هم مسئول خودم دارم، ولی وقتی که در مقابل شما قرار میگیرم من موظف هستم که شادی رو که آخر کلام بنده هست، همون چیزی که همه ما میخوان، بنده نفرت و تنفر و این چیزا رو من نمیتونم بیارم یا بلد نیستم اینو بیارم عرضه بکنم خدمتتون. تا امروز شما شاید با شکل متفاوتی از اشخاص بیان مطالب رو باز بکنن، آشنایی داشته باشید، عادت داشته باشید، ولی خب این شکل جدیدم باهاش عادت بکنید که با لبخند هستش و همون چیزی که من برای شما هم میخوام. و من خودم رو بعضی وقتا باید یه مقدار تشویق بکنم که لبخندم نگه داشته بشه و از این حرکت خوشحالم و امیدوارم که شما هم با من بیاین توی لااقل این اتحادیه یه لبخند به لبهان شرکت بکنید و عضویت بگیرید. هیچ چیزی هم نمیخواد این عضویت اتحادیه یه لبخند به لبهان، و فقط لبخند قشنگ شما هستش که جلوه بهتری هم به صورت خودتون میده هم به برخورد من به شما. خواستم اینم توضیح بدم چون گویا در جاهای مختلف بهش اشاره شده بوده. در راستای فعالیت های مختلف شهری که بنده انجام میدادم در دو سال گذشته، دو سال پیش ما حتی یه دونه پیکنیکی رو اختصاص دادیم به بچه های بی سرپرست ناحیه خودمون فرفکس که یکی از ایالت شهرهای ایالت ویرجینیا هستش و همینطور مونتگومری کاونتی که شهری در ایالت مریلند هست، اونا رو جمع کردیم و روزی رو اختصاص دادیم، یک شنبه پارکی همه رو دعوت کردیم و واقعا من ممنونم از دوستان چقدر باش با شوق به این برنامه پیوستن و من خاطرات بسیار خوشی دارم از این، به خاطر اینکه در روز بارانی
دوستان وسایلی که ازشون درخواست کرده بودیم برای بچه های بی سرپرست این دوتا شهر در این دوتا ایالت با زیر نظر خود این ایالات، یعنی مسئولینش، من خواسته بودم که بیان و نظارت بکنن که یه موقعی چیزی از کسی کم نشه، یه چیزی به دست من نرسه، نکنه به کسی برسه یا وسایل گم بشه. در اصل نظارت هر دو تا شهر رو خواستار بودم، باهاشون ارتباط بسیار نزدیک برقرار کردم و گفتم کجا هستین، چی کار میکنیم. ولی نهایتا یک بارون بسیار شدید اومد اون روز و من از دوستانی که در اون شرایط حتی وسایل آوردن برای بچه ها و این کار بسیار ارزنده ای بود که هم اونا رو خیلی خوشحال کرد و من امیدوارم که بالاخره اون عروسک ها و وسایلی که آورده بودن به دست بچه ها رسیده باشه و اونا هم خوشحال شده باشن. و ما مجبور شدیم از توی پارک در باران بسیار شدید وسایل بزرگ رو به سرعت ببریم توی ماشین و حتی من مجبور شدم با یه ماشین دیگه ای که دوست عزیزی مقدار زیادی وسایل آورده بود بریم در یک پارکینگ سرپوشیده. اونجا من وسایل رو چون خیلی بارون شدید میومد به طور ناگهانی و استثنایی. در اصل خواستم خدمتتون بگم که از کجا میاد صدای بنده، ما چه خواسته هایی داریم و چقدر این گونه آدم ها بیرون هستن ولی نمیخوام پیوند داشته باشن با هم، چون توی اون قلب بسیار زیبایی دارن ولی هنوز نتونستن اون شکوفایی رو داشته باشن، مثل قنچه میمونن. شاید این گونه برنامه ها به ما این انگیزه رو بده که از این قنچه بودن، سربسته بودن باز بشیم، شکوفا بشیم، گل بشیم که دیگران لذت ببرن، خود ما هم لذت ببریم. در همین راستا فقط من متوجه شدم که در این دو شهر، در این دو ایالت به خاطر اینکه باید حتما باهاشون تماس میگرفتم چقدر کمکاری میشه در رابطه با بچه های بی سرپرست و اینا هر جوری که من میخواستم، نه اینکه ارگانیزیشن ندارم، این برداشت من، شاید من اشتباه بکنم، شاید با افراد درستشون تماس نگرفتم، ولی میدیدم خب بچه های بی سرپرست خیلی زیادن به خاطر اینکه مادر پدرها از هم جدا میشن، مسائل اقتصادی، فشارهای اقتصادی و مسائل مختلف پیش میاد و اینا خب فرزندانشون یا باید بسپارن به این فاستر هوم که همین سرپرستان ارگانیزیشن ها یا انجمن هایی هستن برای سرپرستی این بچه های مثلا بی سرپرست که اینا رو میبرن به خانواده، میبرن ازشون تا اونجایی که میشه نگهداری، ولی کماکان کم بود و منم نتونستم کاری، یعنی نمیشد، میرفتیم جلو میدیدیم خیلی کمه، خیلی محدوده، خیلی حالت، و این باعث تأسفه به خاطر اینکه بچه ها، همین جوانان یا از هر سنی که بی سرپرست میشن، اینا میان و جامعه دست اینا خواهد افتاد و جامعه آینده مال این هاست و اگر یکی دو تاشون مثلا به صورتی ناجور بدین ترتیب، امیدوارم، البته باز هم جای خوبیش باقی هستش که تشکر میکنیم که این ارگانیزیشن ها وجود دارن لاغر و بدین ترتیب میتونن کمک هایی رو انجام بدن، ولی کافی نیست. و من اینو به تجربه شخصی میگم به خاطر اینکه بعدش هم دیگه نتونستیم باهاشون، یعنی هر جوری که میخواستیم فقط اینا میگفتن یا چک بفرستید یا دیگه نمیتونستیم یه حالتی به وجود بیاریم که باهاش ما همکاری داشته باشیم و بتونیم مثلا دیگران رو، البته مسائل خودشون داره، اونا من میسپارم به خود شهرداران و اونا خودشون حتما مسائل بررسی خواهند کرد به بهبودی، ولی تجربه من زیاد به من نگفت که اینا بچه های بی سرپرست میتونن اینقدر چرا کمکاری روشون میشه. و متاسفانه در اوهایو پیروز یا دیروز بود گویا یکی از همین بچه ها میاد و
اسلحه رو برمیداره میبره مدرسه و سه تا از دوستان و یا کسانی که میشناخت هم کلاسی هم مدرسه ای در صورت داستانش یه مقدار هم من زیاد نمیخوام تجسس روش بکنم، همین که بالاخره یک جوری پیرو میاد که ما هم نمیتونیم بفهمیم که چی میشه، ولی خاطرم میاد یکی از فیلمایی که جایزه ارزنده ایران برده بود در خارج از امریکا و این فیلم در فستیوال فیلم‌های کان در سال 2002 بهترین جایزه بهترین داکیومنتری رو برد و این بویلینگ فور کولومباین بودش که این یک اثر بسیار بسیار خوبی هستش که من متاسفم که سیستم آموزش ندید، نخواست ببینه و همچنان این حوادث پیش میاد. چون من مخالف اسلحه هستم و میگم مورد اسلحه درخواست یک هیجان هست و اگر هیچ کس اسلحه نداشته باشه این آرامش بیشتری رو تولید میکنه. یه عده دیگه نظرشون این هستش که اسلحه برای دفاعه، چون شما نمیدونید کی میخواد بیاد به شما حمله بکنه و من امیدوار هستم که یک روزی هممون به اون ساعت برسیم که دیگه کسی نخواد به کسی تخطی تجاوزی بکنه و این مسئله اسلحه هم بره بیرون، چون من معتقدم از زمانهای بسیار بسیار قدیم، حتی از زمانی که ما از کار اومدیم حتی بیرون احتمالاً، چون من معتقدم که انسان از در این چندین میلیون سالی که در کره زمین شرکت داشته خب به اینجا رسیده و کمتر اعتقادات تمدن و این گونه مسائل اجتماعی رو آشنایی داشته، ولی به تدریج خودش رو رسونده به اینجا و ما رسیدیم به اینجا. من اون گونه به مسئله نگاه میکنم. معتقد اصلا سه تا مسئله هستش که از روز ازل فکر میکنم فشاری روی انسان داشته یا در رابطه با انسان بسیار حرکت مالی میکرده. یکی اسلحه هست که چه یه دونه استخون باشه که به عنوان انسان قارنشی میخواسته تو کله دیگری بزنه، این اسلحه بوده که اون ارزش پیدا میکنه، چون میتونسته بره یا حق دیگری رو بگیره ازش یا حق خودش رو نظر ازش بگیرن، حالا به هر ترتیبی که شما میخواید ازش استفاده بکنید. دومی فحشا بوده که از این استفاده مالی بسیار زیادی شده و من اعتقاد دارم که از ابتدا این مسئله پیش اومده و تخطیهایی در رابطه با فحشا بوده و همچنان این اتفاق در سراسر جهان اتفاق میفته و کمتر کسی هم بهش میپردازه یا اگر هم بپردازن در یک کلیپ 15 دقیقه میگن و دیگه از روش رد میشن و این همه کمکاری در سراسر جهان مخصوصا بهش میگن ترافیکینگ، هیومن ترافیکینگ برای فحشا، که این آدم ها رو مثلا به این کار وادار میکنن که در سراسر جهان این اتفاق میفته و تقریبا حتما چون مسئله مالیش زیاد هستش کمترم بهش پرداخته میشه چون پولسازه. سومیش مواد مخدر هستش که این هم باز باهاش جنگ میکنن، ولی نه اون جنگی که ریش کم بشه، گویا ارتش اونا بزرگتره یا اونا نمیخوان زیاد بهش بپردازن. من مسئله به صورت جهانی نگاه میکنم، نه محلی نه کشوری، نه فقط اینا نه فقط اونا، ولی از زمانی که این مواد مخدر شناخته شده و تونسته در خواسته یک سری افرادی که اعتیاد بهش پیدا کردن و به وجود بیاره، به همین ترتیب پولساز شده و به همین سادگی هم از دور خارج نخواهد شد. به این سه تا مسئله خواستم برخورد کرده باشم و همینطور مسئله
اینکه ما در اون پیکنیکی که برای بچه های بی سرپرست گذاشته بودیم چه حال هوایی بود و چه نشاطی بود، چقدر دوستان اومدن و شرکت کردن و امیدواریم که این حوادثی که در جهان اتفاق میفته از بچه هایی که سنشون کمتره و با اسلحه‌هایی که وجود خارجی داره و به هر ترتیب شما میتونید بگیرید، امیدوارم که تمام اسلحه ها از کره زمین جمع بشه. حالا اون یک امید دیگه چیکارش بکنیم. و همینطور من معتقد هستم هر فشنگی که ساخته میشه این ساخته شده که به قلب یه نفر فرو بره و جدیدن هم فشنگایی رو درست کردم که قلب اولی رو سوراخ میکنه و دومی هم بخوره که هزینهش کمتر باشه و تعداد بیشتری رو بتونه با یک فشنگ در اصل از پا دراره. این تمام تمایل من هستش، این علاقه من به صلح جهانی هستش. به همین خاطر من جایگزین تمام مسائل، تمام مباحث، تمام هر گونه که شما نگاه میکنید آخرش رو ختم میکنم به عشق، چون میدونم دوای تمام این آلودگی هاست، پادزهر تمام این زهر هاست. نه اینکه من به آخرش رسیدم، ولی همینقدر که این احساس بر من به وجود میاد امیدوارم اینو بتونم به شما هم انتقال بدم یا شما لمسش بکنید و ببینید که چقدر بهتر میتونید با عشق جهان نگاه کردن، نه با تنفر، نه با خشم، نه با اینکه بخوایم کسی رو محکوم بکنیم ناعادلانه. و بدین ترتیب اگه عشق رو جایگزینش بکنید همیشه میتونید شما وارد مذاکره با هر کسی بشید، حتی با دشمنتون. و در این رابطه هم خواستم اشاره کرده باشم بهش. قسمت بعدی من و همسرم بعضی وقتا یک انجمنی هستش اینجا که اینا به مستمندان میرن غذا میدن و شنبه های آخرین شنبه هر ماه این کار رو میکنن. گروه اسمش هستش دست تو دست که خانم دزیره مهبود مدیر این برنامه هستن. یه شلتر یک جایی هستش که مستمندان یا کسانی که احتیاج به آذوقه و غذا دارن میان در این محل و ایشون بسیار قشنگ، چه خانم مهربون و با قلب بزرگ میان و همکاری دوستان دیگر. در هر صورت هر کس باید هر کاری که از دستش برمیاد برای نیکوکاری درمیون بزن و بدین ترتیب شما احساس خوشی خودتون میکنید، جامعتون براتون دیگه اون حالت جنگ و گریز نیست. دقیق بفرمایید شما اگر آلوده بکنید مغز خودتون با تلویزیون و سایر میدیایی که وجود داره، چه رادیو یا هر چیز دیگه، شما همین که تلویزیون رو روشن میکنید اینجا کشتن، اینجا آب بردن، اینجا نمیدونم آتش سوزی شده، همش در، یعنی شما واقعا اگه تلویزیون رو نگاه بکنید به طور مجرد شاید حتی در باز نکنید از خونه برید بیرون. و این خواسته ترس و وجود آوردن ترس و کسانی که در این ترس میان و بهش شعله‌ورش میکنن، ترس رو میخوان پایدار باشه و بیشتر و بیشتر باشه، اونها از ترس شما سوء استفاده میکنن. اول ایجادش میکنن، بعد میخوان ازش استفاده نامعمول هم بکنن. مثلا شما انقدر میترسید که بیان مثلا توی خونتون و مثلا اسبابتون رو ببرن و مجبور میشید برید دزدگیر بخرید. همون یادتون هستش مثلا دزدی تو محله ما میومد و اینا، خب اگر لطف کنید به برنامه گذشته نگاه بکنید و این مثال زدم که دزده شاید خودش با معموله که قرار بوده که مثلا نفری 5000 بهش میدادن، ده یه تومن میدادن، چقدر پول میدادن واسم اون مهم نیستش، ولی یه محبتهی باید بهش پول میدادن، شاید با اون زده بند داشته و با هم دوست بودن که بعدا حالات اوناش یک مسئله دیگه هستش که باردش نمیخوام بشیم. ولی خواستم بدین ترتیب از کارهایی که انجام میدیم
و همینطور یادی کرده باشم از خانم دزیره مهبود که ایشون ارگانایز میکنن این قضا دادن به محرومین در محله ما در فالس چرچ و ما بعضی وقتا بهش شرکت میکنیم، قضایی میبریم و خیلی هم کیف میکنیم. در رابطه با مسئله دیگه، یکی از دوستان هستش که برای من ایمیل های مختلف میفرسته و چندین دوستان هستن که ایمیل میفرستادن که برنامه دسام مثل که سابوتاژ شده بوده از سیستم یوتیوب یا همینطور از سیستم تلویزیون مردم و به این خاطر درخواست کردم از تلویزیون مردم که اینو مجددا توی آرشیوشون بذارن. مخارج خودش داره ولی باید انجام بشه چون دوستان خواستارش بودن که حتما ببینن. و اتفاقی که افتاد به این میگن، یا توی فرهنگ لغت من به این هم میگن تروریست. چرا که شما وقتی که میاید و یک پدیده رو شما خراب میکنید یا نابود میکنید، میتونید شما مخالفش باشید ولی بیاید لااقل باهاش تحملش بکنید. اینکه از سیستم‌های نابود کننده و این گونه اگرسیو یا پرخاشگرانه که بیاین مثلا سیستم یه نفر رو تمام مثلا ویدیوهاشو از بین ببرید، حالا ایشون بکاپ داشتن و تونستن باز مجددا بذارن. خواستم این خبر خوشو خدمت دوستانی که علاقمند به دیدن ویدیوهای بنده هستن در ماه گذشته حتما برید نگاه کنید، یک بار دو بار یا هر گونه که خودتون سلیقه‌تون هستش. دوست دیگری هم برای من یکی دو تا ویدیو فرستادن که من برام خیلی جالب بود، چون برنامه گذشته رو ما اختصاص داده بودیم به بحث یا اینکه کند و کاو در مسئله تفاوت بین حقیقت و واقعیت. رجوع بکنید به برنامه گذشته، من نمیخوام دیگه به زیاد بپردازم ولی من با زبون خودم، با زبون عادی و مردمی یا من و شما بتونیم بفهمیم، خلاصه این مقوله رو تا اونجایی که من میتونستم خودم درک کنم و برای من خیلی انگیزه بزرگی داشت، جهانبینی من رو عوض کرد، پردان من شیفت کرد و از اون موقع به بعد به هر حقیقتی بسنده نمی کنم مگر این که باید اینقدر با به صورت واقعی باشه، واقعیت خودشو پدیدار بکنه به صورت علمی یا منطقی که اون موقع من قبول میکنم. و اینقدر که به ما حقیقت رو اجباراً دادن به جای واقعیت و ما قبول کردیم، از اون جانب بودش که من خواستم این موضوع رو با شما هم در میون بذارم. ولی گویا هنوز بعد از این که، چون یه جوک دیگه هم بودش که یکی میره توی یه داستانی و بهش میگن اگه تو میخوای تغییر بدی به این مثلا دین جدید، نصر جدید، چراغا رو خاموش میکنیم، آب میریزیم سرت، بعد چراغا رو روشن میکنیم. و گویا بعضی مواقع هستش که افراد با اینکه میشنون، با اینکه جذب میکنن، با اینکه متوجه میشن، نه میان چالش بکنن، باز میرن سر خونه اول خودشون. و این هیچ اشکالی نداره، چون ما باید اینقدر پیگیر و پیگرد بکنیم این مسئله رو تا باز بشه، یا باید چلنج بشیم که این مقوله به درد نمیخوره، منطقی نیست، عاقلانه نیست اون مقولهی که بنده اون جهتی که اون مدلی که روی میز گذاشته بودم. و الان هم میتونم سمپلش رو بهتون نشون بدم، از این سمپل استفاده کرده بودم که چگونه من این داستان رو تعریف کردم، ولی خواستم یک گذری هم به اون برنامه گذشته زده باشم. ولی مثل کش میمونه بعضی، یعنی باید باز کار کرد. این همون کاندیشنینگ هستش، همون که ما باید آرام آرام بیایم مسائل با هم باز بکنیم. من هیچ عجله‌ای ندارم ولی علاقمند هستم هرچی زودتر این برسیم و بتونیم به مرحله بعدی برسیم، ولی عجله‌ای هم ندارم. دقت بفرمایید که مثل کش خدمتتون عرض میکنم، شما یه سر یه کش رو ببرید با میخ بزنید به یه دونه یه جای دیوار،
تایی کشو هر جهتی که میخواید شما بگیرید ببرید، یا این ور یا اون ور، بکشید تا اونجای که نه میخ در بیاد، نه خودش پارو بشه، نه دست شما در بید درد بگیره. ولی وقتی که ولش میکنید برمیگه سر خونه اول. یعنی فرق نمیکنه شما کجا میبرید. پس برابر این بعضی وقتا هستش که من نگاه میکنم میبینم که دوستان با این که محاط شدن به این مسئله، قبولش کردن تا حدی، یا براشون منطقی به نظر میرسی که از این به بعد لغت حقیقت و واقعیت لااقل این گونه که در جهان فرهنگی که به ما تولید شده با هم فرق میکنه. مثالشو گالیله رو زدم که چگونه واقعیت حقیقت به صورت واقعیت وارد میشه، ولی هیچ وقت قرار نبودش که من اجازه بدید اینو قطع کنم، چون من گفته بودم بعد از 10 دقیقه آخر من تلفن‌ها رو دریافت میکنم، ولی به هر ترتیب دوستان اشتیاقشون رو دارن نشون میدن. امیدوارم زیاد جست و گریخته نباشه. و در همین راستا دوستی برای من ایمیلی فرستاد از یک کلیپ که از آقای دکتر پولاکوی بود، یک قطعه که به صورت ایمیل برای من اومده بود، و ایشون هم مقوله واقعیت و حقیقت رو در محوطه خودشون، چون میدونید هر کس یه جوری بازی میکنه. شما برید والیبال بازی بکنید و هر و درسته که یه استراکچر مخصوص داره، ولی بازی کردن تو زمین میتونه یه مقدارم از خود اون بازیکن خودجوش باشه. ولی من دیدم که ایشون این مقوله رو به صورتی که منم برام زحمت داشت که بتونم درکش بکنم، شاید من درکم کمه، ولی تقریبا همون محتوایی رو که من داشتم بهش اشاره میکردم، ولی به زبون خودمونی. البته ایشون تفکر بسیار زیاد داره، روی این مسئله بسیار کار کردم. من برنامه‌هاشون رو بعضی جست گریخته یا از طریق یوتیوب نگاه میکنم یا رادیوشون رو اگر بعضی وقتا بتونم نگاه کنم، و خیلی خوشحالم که ایشون یک همچین کاری رو انجام میدن، و من خیلی خوشحالتر شدم که یک همچین اتفاقی از زبون ایشون هم افتاده. البته لحن یا چگونگی بازکردش خب استایل ایشونه داره، ولی محتواشو من درک کردم که یگانه بود. و همینطور آقای دکتر هولاکویی با دو تا فرزندشون جلسه ای داشتن در ژانویه 19 ژانویه همین ماه گذشته، که بعد از برنامه های بنده بود، و من نگاه کردم دیدم که آقای هولاکویی به بهترین وجه در اواخر برنامه چقدر جالب مسئله هیومن رایت و اتفاقاتی که در عراق افتاده و چه ظلمی شده و چگونه باید با این مسئله جنگ و این جنگ گریز یا تهاجم باید برخورد کرد، و بدین ترتیب بسیار برای من ارزنده بود. و من شما رو تشویق میکنم، نه اینکه بخوام ایشون تبلیغشون رو بکنم، ایشون شاید احتیاجی هم به تبلیغ نداشته باشن، ولی من بسیار خوشحال شدم که این در انگلیسی بهش میگن love is in the air، یعنی شما وقتی که میبینی یه همچین حرفایی از جوانب مختلف میاد، این نیستش که من تکرار یکی رو میکنم دیگری تکرار منو میکنه، من دارم اصلا به هم ربطی نداره، ولی نمایشگر این هستش که اشخاص در love is in the air، یعنی عشق در فضا هست، کلام یکی میتونه باشه، یعنی از جانب دیگران از جوانب مختلف میتونه یک کلام گفته باشه، ولی شایستگیش و برازندگیش این هستش که جینی از آد آف د بال. و این یادتونه یه دونه مثلا یه جنی میرفتی دست میمالیدی به یه بطری، بعد میمد بیرون دیگه برگردون سخت بود، یا مثل خمیری که از توی خمیر دندون شما وقتی خمیرش میمد بیرون سخت میتونیم برش گردیم تو. الان این جانبی که مردم سور طلب، مردم سور دوست و مردمی که از جنگ بیزارن،
و جنگ رو به عنوان آخرین کلام نمیدونن. البته در دنیای پالیتیک یا این پالیتیشن ها و سیاست مداران همیشه میگن ما جنگ رو آخرین حربه میدونیم، اصلا نباید وجود داشته باشه، نه اینکه اولین باشه یا آخرین باشه. حالا ما دلمون خوش میشه او اینا همه حرباشون به کار بردن، آخریش پس اینه. به همه خاطر ایشون من ازشون تشکر میکنم، اگر دفعه دیگه هم ایشون تشریف بیارن در ناحیه ما، من دوست دارم حتما جلساتشون رو برم و اگر ارتباطی برقرار بشه، چون حتما دوست دارم تبریک خودم رو به ایشون بگم که جلسه بسیار خوبی بود و من برای اولین بار دیدم که ایشون، چون همیشه میشینه وان با یک نفر به یک نفر با کسانی که بهش تلفن میکنن حرف میزنه و میخواد راه حلی برای درمان مسئله خصوصیشون باشه، ولی این بار دیدم ایشون شکوفا کردن و مسئله جهانی و مسئله بسیار حساس جنگ های اخیری که اتفاق افتاد بدون هیچ گونه دلیل خاصی و جان چندین نفر در این میان کشته شد، نه تنها از عراقی ها یا افغانی ها، حتی سربازان امریکایی که نباید کشته می شدن و در این راه کشته شدن. الان هم می بینیم که این تبل جنگ هی کوبیده می شه و من هم در مسیری که شما اگه توجه کرده باشید از اکتبر که مصاحبه داشتم با آقای صوبی که ایشون دعوت کرده بودن که بیایم چیکار بکنیم و این چیزا، اگه نگاه بکنید ما قرار نبود دنیا رو عوض بکنیم، هنوزم همینطوره، ما قرار بود خودمون رو عوض بکنیم. چون اگه خاطرتون باشه در اون برنامه هم بهش اشاره کردم که سنمون کمتر بود، ما می‌خواستیم دنیا رو عوض کنیم، یه ذره سنمون رفت بالاتر، گفتیم کشورمون رو عوض کنیم، یعنی یه جوری بیام همه یه کشور رو عوض کنیم، سنمون یه ذره رفت بالاتر، گفتیم شهرمون رو تغییرات باپش درش به وجود بیاریم، یه مقدار محلمون رو، همینطور که سنمون رفت بالا الان به مرحله رسیدیم که باید از آخر شروع بکنیم، که از اول باید از اونجا شروع میکردیم که به خودمون بپردازیم، خودمون رو تغییر بدیم، خودمون رو بیشتر آشنا بکنیم با خودمون و خودمون رو با جلوه های یک انسان واقعی آشنا بکنیم. بعد اون موقع هستش که این شما میبینید که دیگران هم به شما میپیوندن، مثل همون لبخند زدن. دیدید میره ما بچه که بودیم مدرسه میرفتیم، یکی از بچه ها میرفتیش سر اون جلوه کلاس خمیازه میکشید، همه خمیازه میکشن، یا مثلا میگن کانتیجیس هستش، یعنی دیگران هم مصریه. من فکر میکنم عشق ورزیدن و خواسته عاشق بودن نوع بشر یک تأثیر پذیری بسیار بزرگ داره که همگی خواهد شد، و به این ترتیب هستش که من این عشقم رو همیشه ابراز میکنم، عشقم رو به جامعه صلح جهانی ابراز میکنم علی‌رغم تمام این تبلایی که کوبیده میشه. و بعضی مواقع هستش که اینا متحدین خودشون رو پیدا میکنن که یکی باید این مره قضیه باشه، یکی باید اون مره قضیه باشه، و ماها هستیم که جماعت جهان همیشه سرمون کلا میره. حالا دلایل مختلف داره، ولی من واقعا وقتی که نگاه میکنم نظام جهانی چقدر بدون توجه به مردم داره فقط روی سرمایه کار میکنه و سرمایه است که مردم رو اصلا اجیر کرده و بدین لحاظ داره ما رو از پا در میاره، واقعا غمگین میشم. ولی امیدوارم که شاید این با همکاری من و شما و شما و دیگران بتونیم این مقوله رو جور متفاوتی عرضه بکنیم که دیگه مثل قدیم نباشه. ببینید به برکت اینترنت، همونطوری که خدمتتون دفعه قبل گفتم، یک زمانی بودش که ما خبرگیری و خبرگزاری، خبردهی از طریق رادیو بود، تلویزیون بود، مجله بود، روزنامه بود، ولی الان ما شما به راحتی میتونید برید هر چیزی رو کند و کاو بکنید، دنبالش بگردید و میبینید که چگونه اون اخبار متفاوت به دست شما میرسه. و
من اگر از دماغ یک طفل یک بچه خون دماغ بشه من دلگیر میشم و این ظلمی که تیر بوم یا هیجانات تجاوزی به صورت کشوری حتی مجازش میکنن، حتی از سیستم های مختلف استفاده میکنن به جای اینکه به ما توضیح بدن توجیه میکنن، حتی به این صورت که واقعیات رو میان پنهان میکنن و حقایقی رو تولید میکنن و این حقایق رو به ما میدن و ما خریدار حقایق میشیم به جای واقعیت. یادتونه میگفتن یارو گنجشک رو رای میکنه جای بلبل میفروشه؟ این همون اتفاق داره میفته و همون قدر که ما خشمگین میشدیم از دست کسی که گنجشک رو رنگ بکنه و به ما به جای بلبل بفروشه، ما باید از این موازه و این همه کمکاری در رابطه با جلوگیری از جنگ، هر جنگ در هر جایی که باشه، در هر کشوری که باشه، بر هر مردمی که باشه، چون من دفعه قبلم خدمتتون گفتم اینا مسائلی که من دوست دارم با شما مطرح بکنم، ولی علاقمند هستم این تو وکبولری شما هم چند جا بگیره، در فرهنگ لغت شما هم جا بگیره. اصلا من به هر ترتیب که شما بیاید اینجا برای من بتونید متقاعد بکنید، من جایز نمیبینم که یک بچه باید کشته بشه، یه بچه 5 ساله به خاطر بمبی که میندازن تو یه شهر که میخوان اونا رو فلج بکنن که سیستمش در بره. حالا در هر کشوری که باشه، در هر جایی که باشه، چون بچه که به خواسته خودش در اون مجموعه نیست، یا زن مسنی یا مرد مسنی، آقا اینقدر میشینید شما میخواد جنگ افروزی بکنید، من درخواست میکنم جایی رم اینو من نوشته بودم، امیدوارم به سرعت بتونم اینو پیداش بکنم. جنگی که من برام انتخابی هستش بین انگلستان و کشور جایی، من اینو نوشتم، شاید بعدا اینو پیداش بکنم زود خدمتتون بگم که این جنگو من دوست دارم که دوتا کشور میان، ارتششون میاد، سوار کشتی میشن، میرن وسط دریا، همدیگر رو میکشن. و اخیراً هم اتفاق افتاد، در قدیم هم همینطور بود، سربازا میرفتن توی یه بیابون، سربازای اون برم میمدن، چون اینا عجیرن، اینا سربازن که برن این کارو بکنن. من باهاشون مخالفم که چرا جان خودتو از دست میدی؟ آیا اون پولی که بهت میدن میارزه؟ آیا اون عرقی که بهت تحمیل کردن میارزه؟ ولی اونا جامعه بحث خودشو داره، من با اون کاری ندارم. ولی همه قدر که از محبتی آدم های معمولی خارج میشن، جنگ گرانادا بود بین، الان کشور رو یادم نمیاد، بین انگلستان و یک کشور آمریکای مرکزی بودش که با همدیگه رفتن و در یک محبت 300 تا از اینا کشته شدن، 300 تا از اینا یک روستایی فقط کشته شد، یعنی همه سرباز بودن. اگر خیلی شما فکر میکنید که باید جنگ بکنید، جنگ آمیزی بکنید، جنگ افروزی بکنید، خب بدین متد انجام بدید که اون بچه 5 ساله یا اون 10 ساله از بین نره. یه شهروند گناهی کرده که در اون کشور زندگی میکنه، حالا هر کشوری که شما انتخاب میکنید، هر چقدر دارم بد باشه سیستمشون، من نمیخوام دفاع کنم از سیستمی، من دفاع میکنم از جان یک انسان. برید یه بمب درست بکنید که اون شخصی رو که میخواید برید بکشید، همونطوری که آقای رامسفیلد میگفتش، میگو ما انقدر بمبای وظیفه مندی داریم که میتونه از لوله بخاری بره هدفش بزنه، پس چرا اینقدر کشته داد؟ چرا 5000 تا سرباز امریکایی کشته شدن؟ و ما در این رابطه نمیتونیم چشمامونو ببندیم، نمیتونیم خودمونو جزء عضو جامعه بزرگ بشری
ندونیم و بخوام فقط از این جنگ افروزی سلاح فروشی بکنیم، ترس به وجود بیاریم که کشورهای منطقه‌ای شروع بکنن به خریدن سلاح، یا اینکه از هر طریق استفاده میکنن. یعنی مسائل بیشتر پولیتیکال هستش تا اینکه انسانی، ولی رنگ و رعاب انسانی هم بهش میزنن. من فکر میکنم این چیزی باشه که لااقل بنده رو بتونه مجاب کنه، چون معتقد هستم که توضیح کردن یک مسئله با توضیح دادنش فرق میکنه. خواستم یه جوک هم در این رابطه گفته باشم که یه روز خرگوش داشتیش که جنگل به سرعت میدوید و خرگوش دیگه بهش گفت چی شده چرا اینقدر به سرعت میدوید؟ گفت مگه نشنیده شیر چی کار داره میکنه، یا پلنگ، یا هر حیوان درنده دیگه چی کار داره میکنه؟ گفت چی کار داره میکنه؟ گفت هر که سه تا گوش داره گوشاشو میبره. گفت خود تو چرا ناراحتی؟ تو که دو تا گوش داری. گفت آخه اول میبره باید میشموره. دقت بکنید تمام این مسائل اتفاق افتاد، همه قرار بوده خنده‌دار باشه، ولی من میخوام بگم که خیلی مسائل پیش میاد که ما میایم اینو پر از بحرانش میکنیم، پرش میکنیم از این که این اتفاق واقعی هستش و باید این گونه حرکت بکنیم در رابطهش. ما تمام مسائل دیگه انجام دادیم و این آخرین شگرد ماست، باید حتما از این گونه استفاده بکنیم. بعد آخرش هم میبینید که جان این همه بچه گرفته میشه، زن و بچه، پیر و جوان. سربازانتون رو ببرید در یک محبته بیوفتن به جون هم دیگه هم دیگه رو بزنن، چون اونا پول میگیرن به خاطر کاری که باید بکنن یا خواسته شونه. و این هستش که من همچنان در مقابل جنگ ایستادگی میکنم، خواستار صلح هستم و فکر میکنم صلح فقط به یک طریق میتونه ظاهر بشه، چرا که معتقد هستم Universal Justice brings Universal Peace. یک قضاوت درست جهانی، اگه به قضاوت درست گذاشته بشه به صورت جهانی، یعنی چه از یک کوره دهات بین دو نفر که با هم دیگه تصادف کردن، چه در مراحل بزرگی که شما به صورت جهانی هست، اگر قضاوت درست بشه بعد اون موقع هستش که شما میتونید صلح رو به وجود بیارید. من در سطح جهانی دفعه قبل به جنرال کالین اشاره کردم که ایشون رفتن در سازمان ملل و من حالا خود ایشون شاید یک خواسته مخصوصی داشته که امروز هم رنجور هستن از تصمیم گرفته و از دفاعی که کردن در اون جلسه. این گونه که در جای مختلف حتی گفته شده که ایشون میگن ما خطا کردیم که به عراق حمله کردیم، ولی جنرال کالین خودش به تنهایی میتونه بگه که باشه، حالا من اعتقاد دارم، من میخوام این پرزنتیشن رو انجام بدم. ولی من تعجبم اینه که در سازمان ملل اینایی که نخبگان جهان میان اونجا و از تمام جهان هم اونجا نمایندگی دارن، اونا چی جوری نشسته بودن سر این میز؟ امروز شما برید به اون پرزنتیشن نگاه بکنید و بعد از جنگ، بعد از این که گفتن اینو داره، بعد فهمیدن نداره، بعد این همه آدم کشته شد، این همه خرابی به بار آورد، بعد شما نگاه میکنید امروز میفهمید که اون پرزنتیشن چگونه هست. اگر آدم عادی مثل من بتونه اون پرزنتیشن رو بگه که یا اون گونه آوردن این مقوله روی میز یا جلوه دادن این مقوله در مجمع عمومی سازمان ملل، من حالا ایشون جای خودش میگیم چگونه این فرضیه رو آوردی و یک جوری درستش کردی که همه با هم متقاعد میشن.
ولی دیگران که نخبه های سران کشور بودن اونها هم حرفی نزدن و این شک رو به وجود میاره که گوی دستشون همه در یک کاسه است و همه خاطر هستش که من و شما هستیم که باید با هم دیگه به یک وحدت نمیخوام از لغته استفاده بشه که بعدا بیان بگه از اینجا گرفتی از اینجا گرفتی مال اینه مال اونه پس خط دینه و خط دونه با اون میچرخی با اون میرخسی اصلا نمیخوام میخوام قاعده چیکار کنم تو فارسی این چیزا رو باید چیجوری بگیم به انگلیسی هم بگیم میگم مال اینه مال اونه ولی مخلص کلام در این هستش که آخرش به ما میرسه و اگر میبینید که امروز این وال استریت اوکوپای وال استریت یا گرفتن وال استریت یا فینانشال ورلد میخوان حرکتش رو انجام بدن یا در کشور مختلف ببینید این چقدر این گوله مثل گوله برف میمونه شما وقتی یه گوله کوچولو درست میکنید بلش بدید رو برف دیگه به حدی میرسه که شاید خودتون بیفته رو خودتون هم خراب بکنه و اینقدر که اینا به صورت نابهنجار این گرید یا خواسته مالی بیشتر تشویقشون میکرد که حتی به یک کشور ورشکستگی خودش ورشکست میشه که آیسلند باشه من اصلا به این به مغزم نمیرسه که چگونه میشه یک کشور ورشکست بشه و این دنیای سرمایه داری چگونه نگاه میکنه و چگونه دنیای سرمایه داری اینا میارتش ورشکستش میکنه اصلا اینا ورق نمیخوره البته علاقمند هستم اینساید جاب فیلم اینساید جاب رو ببینید اینم یه داکیومنتری هستش مثل همون داکیومنتری های دیگه که میتونه به شما یه ذره اطلاعات بیشتر بده فیلم اینساید جاب میاد میگه که چه اتفاقاتی در مسیر افتاد دقیق بفرمایید اینه که سی ای او هستن یا کسانی که بالای این شرکت های بزرگ مالی یا اینا آخرش اینا ها هم کارمندان و بازیگران این بازی که سرمایه به وجود آورده هستن چون من دوستانی دارم که مثلا اینجا یه مقدار درآمدشون خوبه یه مقدار تنشون میلرزه فکر میکنن اینا جز اون 1% هستن فاصله شون خیلی زیاده با اون 1% و اون 99% هنوز اینا جز 99% هم ولی چون کفش مثلا فلان میپوشن یا کت مارکدار فلان میپوشن یا هر چیزی فکر میکنن اینا مردمی که 99% هستن بر علیه اینا هستن در صورتی که نمیتونن اینا تمایز بدن که اینها هم درون اونجا هستن من مثالی به ذهنم اومد که زندانی و زندانبان به نظر من هر دو زندانی هستن فقط یکیشون هستش که اونجا جلوی سلول را میره واسه باطونش میکشه به در دیوار میتونه داد بزنه یکیشون اون توه ولی هر دو در یک زمان میتونه باید اونجا باشن این البته خب دارم به فرض نهایی میگن نه به اصلی که واقعی هستش ولی هر دو این دو یعنی منیجمنت ارگانیزیشن هایی که خیلی تلاش میکنن که این پدیده مالی که ورشکستگی جهانی داره به وجود میاره سرکوش بذارن خودشون هم در این چاله خواهند افتاد امروز من داشتم یک فیلم رو نگاه می کردم که در استرالیا یه خانم و یه دختر و مادر دو تا اسب داشتن که داشتن با هم دیگه مثلا اسب با اسبشون می رفتن جایی که زمین جایی هستش که مثلا شن یه دفعه فروکش می کنه و می کشه داخل مثل باتلاق مثلا در اونجا گیر کردن و خب با تلاش زیاد
خانومه دخترش از توی باتلاق میاره بیرون، اسب خودش میاره بیرون، اسب سومی به خاطر اینکه زمان خیلی دیرتر شده بود به عمق بیشتری میرسه که مجبور میشه در همین زمان از نیروهای بیرونی استفاده بکنن، امرجنسی میاد، بیان تناب میدازن، خلاصه اسب هم میارن بیرون. دقت بکنید توی باتلاق همه با هم میرن تو. این نیستش که بگه من پاسبانم یا بگه من منیجرم، من این کمپانی رو دارم. من ماها هم هممون، یعنی تا یک ساعتی که اون 1% خیلی مقدارشون کمه و گریدشون زیاده، 92% تقریبا همه هستن. دقیقا بفهمه که چقدر اون مقدار کمه و بعضی ها هستن فکر میکنن نه این قایق خودشون هم متزلزل میشه اگه بپردندن به این جریان دادخواهیه که از هر طریق از هر زمان در هر مکان اتفاق میفته. چند روز پیش در انگلستان چندین نفر رو گرفتن به خاطر اینکه این هنوز زنده است. هر چقدر دولت ها میخوان بکشنش از بین بره فراموش بشه، چون متدهای بسیار بسیار خوب و دستیابی دارن، یکیش همین تلویزیون و رادیو هست که چگونه شما افکارتون رو میتونن شیفت بدن از یک جا به جای دیگه. تا هفته پیش ما داشتیم صدای تبل جنگ که 3 دقیقه دیگه شاید و واقعا تن آدم میلرزه تو گوش همه پر کرده بودن به خاطر اینکه حواسا پرت بشه از چه واقعیتی داره اتفاق میفته و این نوع هنجاری اقتصادی چقدر داره بست پیدا میکنه. بدبختانه افرادی هستن که فکر میکنن که اگر بخوان به این نپیوندن خودشون نجات پیدا میکنن یا جز سران هستن. همین دیگه احتیاج داره بگم چقدر فاصله یه. حتی کسانی که 10 میلیون هم در میارن در سال، اونا هم جز 1% ها میتونن باشن. یعنی دیگه اونجا هاست که لاینا تموم میشه، ولی اینا فکر میکنن هنوز جزء اون 1% هستن. یارو مثلا مقدار یه ذره بیشتر از بغلسیش پول در میاره فکر میکنه تفاوتی هستش، گرچه همه اینا در هم پیچیدن و اونا میگیرن و میدوزن و میبرن، کسی هم نمیتونه بهشون اعتراض بکنه. ولی اعتراض همگانی و جهانی همچنان داره اتفاق میفته، همچنان داره پیش میره و همچنان داره بزرگتر و بزرگتر میشه. یکی از نمونه هایی که خدمتتون میتونم عرض بکنم از این مسائلی که اتفاق افتاده در مسیر کمکاری های مالی که ما الان درونش هستیم، بزرگترین بخشش مال مورگیجه. همون جایی که من خودم خب تبحر بسیار زیادی داشتم و میدیدم چه اتفاقی داره میفته، ولی همچنان شما رو دعوت میکنم به فیلم اینسایدر برید روی یوتیوب شاید پیداش بکنید، بشینید نگاه کنید و ببینید که واقعیات چیه، چه حقایق رو به ما بغنه کردن. و از این بعد اگر شما با این متد تفکیک بین حقیقت و واقعیت اگر با هم دیگه به توافق رسیدیم، شما هم سعی بکنید به جای حقیقت، لغت حقیقت، از این بعد واقعیت رو بگید واقعیه، چون علمیه، این ثابت کردنیه. حقیقت میتونه یه چیزی شماتیک باشه، یه چیزی که برای ما به تصور به همون داده شده. و یکی از مسائلی که پیش میاد این هستش که وقتی میخوان تبل جنگ رو بزنن، اولین کاری که میکنن میخوان روحیه جامعه رو بر این مسئله تحریک بکنن و اونا رو با خودش ما همراه بکنن. از این راستا از متدهای مختلف استفاده میکنن، کمان که میگن ما میخوام بریم مثلا کشورگوشایی بکنیم که بایدشون کمک بکنیم. من حالا لغتش یادم نمیاد که چگونه، مثلا از لغتهای بسیار ضعیفی استفاده میکنن. من یاد این میفتم که مثلا جای اینکه یه خانمی بهش تجاوز جنسی شده میگفتن unwanted unwilling or unwanted
sperm recipient. خب این همون معنی رو میده ولی همچین الگانتی که آدم فکر میکنه که چه کار خوبی. الان هم از همین متد استفاده میکنن، از الفاظ مختلف استفاده میکنن، از متدهای مختلف که جو عمومی رو به خودشون جذب بکنن برای رفتن و جهانگوشایی یا جنگ افروزی، به خاطر اینکه مسائل خراب شده درونی خودشون رو بخوان یه مقدار شیفت بدن مردم از اون چیزی که باید انجام بدن و امید داشته باشن که بر اثر این حوادث جانبی مردم دیگه به اون مسائل اصلی فکر نکنن. به سرعت وقتی که میخوان این کارو بکنن نفت و بنزین رو میارن وسط قضیه، چون میدونن حساسیت جهانی به نفت و بنزین خیلی زیاده. نه اینکه کشورهایی که در سراسر دنیا هستن که دیکتاتور هستن، آدم خورن، آدم کشن، همه کاری رو انجام میدن و اینا نفت در دستشونه و هر کاری که بکنن، البته اینجا بهشون جواز میدن که بعضی کشورها رو نیام بگن چقدر بدن، بعضی کشورها رو باید خیلی بگن چقدر بدن. من از این جانب وارد قضیه میشم به خاطر اینکه من اعتقاد دارم که باید از بیرون نگاه کرد به مسائل برای دیدن. درونش که وایسید شما همونقدر یه مقدار کم میبینید، ولی از بیرون که نگاه میکنید شما دیدتون بیشتر میشه و وقتی که قضاوت صحیح یونیورسالی که خدمتتون گفتم یه جهانی رو میارید، دیگه هیچ کشوری رو نمیتونه از دیگری متمایز کنه. به نظر من همه اینا دستشون یه رونه کاسه هستش که منافع خصوصی خودشون رو در صدر هستن و بدین گونه مسائل تم میدن. من در رابطه با نفت یا بنزین، چون هیجاناتش اینجا خیلی یه دفعه زیاد میشه، خواستم خدمتتون بگم که چگونه با نفت و بنزین با ایموشن ما بازی میکنن که ما به هیجان بیان و به خاطر یه مقدار مثلا پول نفت میره بالا که اونجا میشه خطرناک میشه، چون بودجه ما رو اذیت میکنه. کسی که مثلا ساعت 7 دلار میگیره باید 4 دلار بده برای پول بنزین. خب این میدونید یه مقدار ظرفیتش کم میشه، یعنی مقدار پولی که در میاره در مقابل مصارفش یه مقدار هی اذیتش میکنه و هیجان انگیز میشه داستان. من خاطرم میاد که مسئله نیورلینز پیش اومده بود، این سچی که هست، بعد نیورلینز آب اومد توش و چه فجایعی بعدش هم امروز شاید کسی اصلا یادش هم نیاد چون بهش هم نمیپردازن و یک واقعه بزرگ جهانی بود در یک کشور بسیار مطمئن و سرمایه‌داری بسیار خوب. ولی دیگه عکساشو دیدیم که چگونه اینا از توی این خونه‌هاشون میومدن بیرون و چقدر کمکاری شده بود در مقابلشون. حالا چرا به این اشاره کردم؟ چون من خاطرم هستش تا این اتفاق افتاد، چون من اعتقاد دارم هر وقت میخوان از هر سوژه استفاده میکنن و قیمت بنزین رو میبرن بالا، علی رغم اینکه اگه تأثیر مشخص و مستقیم داشته باشی یا نه. یکی از حوادثی که به همین ترتیب اتفاق افتاد در نیورلینز بود که من حتی مشخصا رفتم ماشینمو پمپ بنزین و پر از بنزین کردم. اون موقع گویا قیمت بنزین $1.50 $1.60 یه عدد زیر $2، چرا که من میخواستم این محک رو ببینم که آیا این حسی که میکنم، این حسی که میزنم آیا واقعی یا فقط تو ذهن خودم. و در همین مسیر در اندازه یه هفته آیندهش قیمت بنزین شد 3 روز بعدش، یعنی من زود رفتم بنزینم زدم، 3 روز بعدش قیمت بنزین شد $4 خورده ای، حتی رفت تا $5. که دلیلی هم که می آوردن که اونجا یک مقدار ریزرو بوده و این ریزرو
یا این منابعی منبعهایی که جمع آوری بنزین بوده اینا خراب شدن، ریختن، احتمال هزار تا داستان رو آوردن. هست دیگه یه ایالت در میان 52 تا ایالت بزرگ امریکا و اون مقدار بنزینی که در امریکا مصرف میشه هر روز خیلی زیادتر از اون مقداریه که در اون منبع برای هر شاید که فقط یه روز امریکا رو هم نمیداد یا دو روز یا هر چقدر، یعنی اونقدر نبودش که به سرعت بخوام بیان یک مبلغ بزرگی رو بزنن. شما میدونید رجوع بکنید به گوگل و نگاه کنید ببینید در اون زمانی که این اتفاق افتاد یه هفته قبلش بنزین چقدر بود، قیمتش یه هفته بعدش قیمت چقدر شد و دیگه هم نمیاد پایین که برسه به $2.5 و این چیزا، ببخشید $1.5 یا هر چقدر عددی که بود، چون یه بار که اینا میبرن بالا دیگه نمیارنش پایین. دقیقا بفهمید که مقدار بنزینی که یا اویل اینا اسمشو میذارن که از بین رفته بوده، میگم باز کفایت زیادی نمیده، ولی اینا میخواستن از این موقعیت استفاده بکنن به سرعت سرمایه خودشونو ببرن بالا، یعنی چون جو یه مقدار آمادگی داره اینا زود میتونن قیمت رو ببرن بالا. در یکی از برنامه‌ها بودش که میگفتیش وقتی که در ایران مثلا یا هر کشور دیگه تا یه ذره مزدقه پیش میاد قیمت رو میبرن بالا، ولی اینجا وقتی که مثلا فوتبال میشه قیمت آبجوها رو میارن پایین. نه، میخوام فروششون رو ببرن بالا. هرچی شما بیشتر بفروشید این ربطی به اون قضیه نداره، ولی اینجا رو دقت بکنید که قیمت بنزین رو در عرض 3-4 روز چقدر بردن بالا، 3 برابر بردن بالا، 2 برابر بردن بالا. به هر ترتیب دیگه هم برنگشت سر جای قبلیش، چون من قشنگ یادم هستش یکی دو نفر هستن که اینا پمپ بنزین دارن از دوستان من هم. که میگفتن اوورنایت ما، یعنی همین یه شبه ما $10,000 قیمت پول اومد تو دستم، چون رفته بودم بنزین رو خریده بودم مثلا با تانک میارم میذارم زیر پمپ بنزین ها، مثلا یه عددی با پولش بده برای تمام بنزینی که زیر اون پمپ بنزین هستش، و این اون روز $1 رو مثلا 50 سنت بوده، به محض اینکه این اتفاق میفته دیگه این باید بفروشه $4. اگر این $10,000 و اون یکی $30,000 چون سه تا منبع داشت، اون $30,000 در یک شب استفاده میکنه، دقت بفرمایید که در کشوری به این بزرگی که مصرف بنزین اینقدر زیاده و باید مردم با ماشین خیلی رفت اومد بکنن، چقدر گیر این کمپانیای تولیدی یا هر اسمی که دارن یا ریفاینینگ یا هر گونه که در رابطه با نفت و بنزین هستن چگونه اینا پول خودشون رو میبرن بالا. و الان هم هنوز هیچ خبری نیست، هیچ اتفاقی نیفتاده، شروع کردن که ما بنزین رو داریم میبریم بالا، چون در خاورمیانه زیاد مثلا خبری نیستش، چی ببخشید یه مقدار هیجان انگیز شده، ما باید ببریم بالا. احتمال این که بله هستش قیمت بنزین بالا رفته، اینو نمیشه کتمان کرد، ولی نه به اون درجه ای که اگر شما توی پمپ بنزین بخواید نفری مثلا $2 بیشتر بدید یا $3 بیشتر. البته ما رو هیچ وقت نه کسی میاد برای ما توضیح یک و دو و سه، یا اگرم توضیح بدن چون بعضی وقتا میان توی کانگرس بهشون میگه یا کنگره اینجا میگه که بیان توضیح بدین، یا چیزایی رو میگن ما قبول میکنیم خب تموم میشه میره، تقریبا منو متقاعد نمیکنه، ولی خب ازشون تشکر میکنم لااقل این میان تا اونجا و میگن و این مثل شعبده بازی میمونه. بعض وقتا هستش شما یه دفعه یه دونه خرگوش از تو کلا در میاری، یه تردستیه و این تردستی رو اونا بردن، ما به عنوان تماشاچی تازه بحبه و چرچه و یعنی ما رو به خوبی میتونن با الفاظشون سحر کنن و ما اصلا نفهم به قول شیرازی ها کجا به کجا نقل کجا زن پسرمه. و اینگونه هستش که با ما با افکار ما با یعنی جلو چشم ما رو میگیرن و ما حتی مدافعشون رو بعضی وقتا میشیم، یعنی پیرن خودمون رو ازشون پاره میکنیم چون فکر میکنیم که واقعیت به اون طریقه و این
حق دارن که این کارو بکنن، حق دارن بنزین رو دارن بالا و نگاه نمی کنیم که این جایز نیست. چون آخر سال ما میایم از خود همین منابع اینا که حالا تلویزیون باشه، رادیو باشه، هر روزنامه باشه، مجله باشه، هر جایی که قرار گزارشات مالی این کمپانی ها رو بدن، میگن که بیلیون ها دلار اینا منفعت داشتن، سود خالص داشتن. یه خاطرتون هست اکسان ولی اینجا یکی از کشتی های که اون موقع اکسان بود ولی الان شده اکسان موبیل، با هم دیگه اقام شده مدتیه، ولی اینا یکی از کشتی هاشون میاد و تمام بنزیناش یا اویلش میریزه و اویلم خیلی فیکه روی آب میسه، خیلی حوادث داشت و اومدن مخارج رو به زور بهشون دادن، یعنی باید میمدن تمیز میکردن هنوز سواحل و این موجودات بیچارا به خاطر اینکه نمیتونستن نفس بکشن چون اویل بود، یه هزار تا داستان عکساش هست همه جا میبینید که اونا چقدر زجر کشیدن، ماهیگیری اونجا بایستاد و اینا اومدن اونجا رو تمیز کردن، ولی شما هنوز که هنوز میبینید شما چند پنی بیشتر، شما وقتی میری اکسان اگه این عرشی اون باشه، ببینید این مثال ها رو من واسه امریکا میزنم، چه توی کشورهای دیگه هم باشه، چون به احتمال زیاد کشورهای اروپایی دارن این برنامه رو نگاه میکنن دیگه، این شبکه هم سراسری و جهانی هستش، ولی شما دقت بفرمایید من مثال هایی که در رابطه با امریکا میزنم به خاطر اینکه من مدت زمان زیادی اینجا زندگی میکنم و دوستدار این کشور هستم. انتقاد من بر علیه این کشور نیست، میخوام که بهتر بشه، میخوام محیط بهتری باشه برای همه ما. این انتقاد نباید آدم به صورت این بگیره که داره تضاد به وجود میاره، داره بر علیه حرکت میکنه، این گونه نیست. شما اگه میرید توی یه دونه چلو کبابی هم غذا میخورید، اگه غذاش بابتون نبود اونجا رو که رها نمیخواید بکنید، چون شاید بهش علاقمند باشید، شما 10 سال میرید تو اونجا چلو کباب میخورید ولی میگید فلانی بیا گوش کن ببین که برنجت مرغوب نیست یا نمکش زیاده، دقتت کم شده و چرا نمیخوای روی همون استاندارد قبلی باشی. یعنی انتقاد کردن جایزه ولی اگه خصمانه باشه، بر علیه باشه و بخواد یه حالتی رو به وجود بیاره که از حالت متعارف و سازندگی خارج بشه، فکر میکنم جایز نباشه. خواستم به این ترتیب گفته باشم که اگر من دارم این گونه با مسائل امریکا برخورد میکنم، نه به خاطر اینکه بخوام تختهش بکنم، فقط میخوام بگم که این اشکالات رو داره و چرا بهش رسیدگی نمیکنم. برگردیم سر همون داستان اکسان که یکی از پمپ بنزین های محلی اینجا هستش و اونا چگونه اومدن و هنوز که هنوز شما یک بهایی میدید برای تمیز کردن اون مثلا کسافتکاری که خودشون ده، حالا صحبم بوده عمدن که نبوده، ولی ما هنوز به عنوان مصرف کننده داریم پول میپردازیم برای تمیز کردن جایی که مثلا اصلا نباید اتفاق میفتاد. یکی دیگر چیزی که اتفاق افتاد چند خیلی وقت پیش نیستش، به یکی از این اسکله‌های نفتگیری این آتش گرفت، 11 نفر کشته شدن اونجا و روزها و هفته ها بودش که بنزین میومد از توی اینجا بیرون، چه ببخشید نفت یا قوی نمیدونم، باید نفت خام از توی این لوله بود، چه شدتی میومد بیرون که بالاخره با تکنیک های مختلف اومدن و در اینجا رو بستن. حتی نمیخواستن زیر بار این برن که این برن اینو ببندن، چون یه حالتی داشت مثل این که مثلا این ماشین من اینجا خراب شده، حالا میذارمش بغل خیابون میرم یه ماشین دیگه میخرم. یک همچین جوی در ذهن من به وجود اومده بود که بالاخره با فشار همین مردم که اعتراض میکردن که شما اگر اینجا رو کثیف کردی، خراب کردی، باید تمیزش بکنی، باید
بالاخره نمیتونی ولش بکنی و همینطور بذاری به حال خودش باشه. علت این که من این مسئله دارم خدمتتون میگم یه بار دیگه برای رسیدن به یک مقوله که جنب کنونی جنب خشن شده. جنب کنونی جنبیه که جنب آروم نیست و این جنب به وجود میاد، نه اینکه خواسته انسان بشه. اجازه بدید من یک نکته رو خدمتتون بگم. دیدم ببینید یه دونه کبریته، نام دیده میشین یه دونه چوبه کبریته سرم داره، این میتونه دنیای رو آتیش بزنه. فقط کافی به یه جا، حالا اگه مثلا از یه اتوماتیکا باشه که خودش آتیش بگیره یا باید یه جای دیگه بیاد بهش بکشه، یه کبریت میتونه دنیای رو آتیش بزنه. سر داره ولی مغز نداره. اونجایی که درخواست میشه تفاوت بین من و شمای علاقه من و اون کبریت پیش میاد که ما دنیا رو نمیخوام آتیش بکشیم، ما هم سر داریم ولی مغزم داریم. اونجاست که من و شما باید بیام از این مغزمون استفاده مفید، نه تنها برای خودمون، برای پیش برد خواسته های خودمون فقط پیش ببریم، یک مقدار زیادی هم بس بریم. جهانم با ما کماکان همراه باشه، ما هم دلمون بسوزه برای جهان و جهانیان. تقریبا ما رسیدیم به 30 دقیقه آخر وقت من برای امروز. این آخرین برنامه لایف هست. من مقدار زیادی مسائل اینجا دارم که دوست داشتم با هاتون در میون بذارم، ولی کماکان وقت به سرعت میگذره، ما هنوز در خم اولین کوچه هستیم. اگر علاقمند هستید تلفن بزنید، لطف کنید به دفتر مرکزی تلویزیون مردم تلفن بزنید. اگر علاقمند هستید که نظر خودتون رو بدید یا موردی هستش که میخواد با هم دیگه به مشورت بذاریم، فقط یادمون باشه که من هنوز از این قوانین استفاده میکنم و از شما هم درخواست میکنم که جایز شخصیت شماست که این مفاد رو با هم دیگه بیان و غرض ورزانه نباشه، تهدیدی نباشه، چرا که یاد گرفتم که با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خیش خوشبخت زندگی کنم. با بقیه جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه میکند. از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به اون تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود. تنهایی را به بودن در جمعی که با آن تعلق ندارم ترجیح میدم. این مفادیه که من دارم برای کسانی که دوست دارم در این مباحثات و در این مصاحبات و در این تلفن، و اگر نظری دارید خیلی خوشحال میشم، چون یکی دو تا تلفن بود در زمانی که داشتم صحبت ها میکردم نتونستم جواب باشم. اگر علاقمند هستید تلفن بزنید، در خدمتتون باشم و اگر پاسخگو باشم خوشحال میشم، اگر نه میرم تحقیق میکنم که جوابگو باشم، اگرم نه که دیگه با هم تحقیق میکنیم و جوابی برای سوالات شما پیدا خواهیم کرد. برمیگردیم به اون قسمتی که یه مقدار در نزدیکی های عید نوروز که میشد ما برگه هایی داشتیم، خاطرتون هست جلسه قبل خدمتتون نشون دادم ما انولوپ هایی داشتیم یا پاکت هایی داشتیم میفرستادیم به دوستان ایرانی و این به مناسبت نوروز بود که میفرستیم. نوروزتان شاد باد، هر روزتان نوروز باد، امیدوارم که نوروزی هم که در راه هستش پیروز باشه با شما و این روز رو مثل تمام روزه دیگه فرخنده بداریم. بر اثر تجربه ایرانی ها یا کسانی که جشن نوروز رو جشن میگیرن،
یکی از حادثه‌های بسیار بسیار جالب هستش، چرا که در یک لحظه تمام ایرانیان و همدیگه تبریک نوروزی میگن، حالا در هر کجای دنیا که باشه. دقت بفرمایید تفاوتش با ساعت 12 میلادی فرق میکنه که سال نوروز سال 9 میلادی هستش، در توکیو یک زمانه، در قاهره یک زمانه، در شهرهای مختلف به خاطر تفاوت زمانی در یک زمان در یک لحظه اتفاق نمیفته، ولی نوروز وقتی که سال تحویل میشه در تمام جهان در یک لحظه هستش و این بسیار ارزنده است. من خیلی خوشحالم. یکی دیگه از وقایعی که اتفاق افتاد که ایرانیان در یک لحظه پریدن هوا، بازی بودش که بین امریکا و ایران بود که گل دوم رو گویا زدن، گل اول زدن. به هر ترتیب من اینجا نمیگم که کی باخت کی برد، ولی زمانی بودش که ایرانی ها از هر لحاظی که بودن در یک زمان، چون وقتی که مستقل نشون میدادن دیگه تفاوت زمانی یک لحظه باید همه رو نشون میدادن. و آخرین حادثه بسیار خوبی هم که اتفاق افتاد همین برنده شدن آقای اصغر فرهادی بودش که در بردن جایزه جدایی نادر از سیمین بود که فکر میکنم همگان در یک لحظه این شادی رو حس کردن. بعضی هم در خودشون مخفی کردن، بعضی به صورت مسائل سیاسی باید تجزیه تحلیل میکردن، ولی در تمام جهان اینو به هم تبریک گفتن یا جایزه بسیار مفیدی بودش. در ضمن من یادم انداخت که نه تنها من این انگیزه خوشحالی رو برای این فیلم آقای اصغر فرهادی داشتم، یادم افتاد که در سال 1989 چین ما پارادیزو که مال جوزپ تورناتور اونو درست کرده بود، اون برنده شده بود. سال 1991 مدیترانئو و سال 1998 لویتا بلا روبرتو بنینی. چرا؟ چون که اون موقع من همونقدر خوشحال می‌شدم چون زبان ایتالیایی بلدم، فیلم‌ها خب بالاخره آدم احساس می‌کنه، همونقدر که من احساس خوش می‌کنم برای آمریکایی‌هایی که برنده میشن در جای مختلف. و این انگیزه رو اگر شما هم داشته باشید، این روحیه رو داشته باشید که جهان یکی هستش و همه ما میتونیم با هم دیگه همه چیز رو جشن بگیریم، با هم دیگه بتونیم خوبیامون رو به اشتراک بذاریم و بخوایم این همه نابودی، بدخواهی، بدگویی، کجرفتاری، کجپنداری رو بذاریم کنار، جایگزینش بکنیم با افکار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک، میبینید جهان خیلی زیباتر هم برای شما هم برای اطرافیانتون به خاطر اینکه گسترده میشه. من خاطرم نیستش این پدیده یا این مسئله علمی آیا نیوتن بهش رسیده بود یا پاسکال، اگه دوستان بتونن منو راهنمایی بکنن خیلی ممنون میشم، که میگن هر ضربه‌ای که شما به آب میزنی همون منتقل میشه به سراسر اون آب، و این به اون خاطر هستش که من فکر میکنم هر گلی که شکوفه میکنه یه باخته رو شکوفا خواهد کرد، هر پرندهی که پرواز میکنه بزرگی پرواز و پرواز کردن رو به پرندگان دیگه نشون میده و پرواز برای پرندگان به وجود میاد. ولی کسانی هستن که ایراد میگیرن به پرواز هر کسی و خوشحال نیستن از این که کسی پرواز میکنه، حتی ایراد میگیرن، فکر میکنن منطقی هم دارن برخورد میکنن. پیشنهاد من به اون دوستانی که پرواز میکنن، شما به پرواز فکر بکنید نه اون که اون چی داره میگه، چون کسانی که کوچیک فکر میکنن دنیای کوچیکی هم دارن، کسانی که بزرگ فکر میکنن دنیای بزرگی دارن، و اونهایی که مثل خودشون فکر میکنن که دنیای بزرگی رو
پر از صلح و صفا رو میخوان با هم دیگه ارمغان بیارن به اشتراک بذارن، اونها هم بهش میپیوندن. و کسانی که میخوان با تناب دیگران به ته چاه برن و اون چاهیه که واقعیات رو جوری رنگ آمیزی میکنن و به صورت حقیقت که جلوه‌گر واقع جلوه واقعی خواهد داشت، به برنامه گذشته بنده مراجعه کنید تا یه مقدار توضیحات بیشتری رو در این رابطه بشنوید. اونها در دنیای خودشون زندگی میکنن، با مسائل خودشون در تلاش و در جنگ خواهند بود و کسی هم نمیتونه کاریشون بکنه مگر اینکه خودشون بخوان بیان از اون بعد فکری ذهنی، اون قالبی که برای خودشون درست کردن بیان بیرون. در برنامه آینده چه عواملی باعث تصمیم گیری و انجام کارها میشه، یعنی انگیزه ها چیه، اگر شما یک کاری رو میکنید چه چیزی باعث میشه که انسان انگیزه برانگیخته میشه که یک کار مثبتی رو انجام بده، یک کار خوبی رو، یا اصلا بره جلو، و چه چیزی باعث میشه که مانع کار بشه و چه انگیزه هایی هستن که مانع میشن. یعنی چگونه بگم، چه چیزهایی هستش که انسان رو باز میداره از حرکت، چه چیزهایی هستش که انسان رو ترغیب به حرکت میکنن. در برنامه آینده به اون رجوع خواهیم کرد. یه مقدار اگر بتونم بگم که من به چه مواردی رسیدم، چگونه این مسئله رو میبینم، ولی در آخر کلام که چون نزدیک داریم میشیم به نهایت برنامه، 15 دقیقه بیشتر وقت ندارم، یکی دو تا خاطره رو خدمتتون میگم، چون اینا رو شنیدم باهاتون در میون میذارم و حتما در برنامه آینده راجع به ارشمیدس و این اطلسی که ما نوم بود در کمپانی پارس خدمتتون خواهم گفت که در اون جمله هست: Give me where to stand and I will move the world or the earth. یه جایی به من بده که من وایسم و من دنیا رو تغییر میدم. اینو ارشمیدس گفته، ولی این زیرنویس این کار ما هم بودش که در برنامه آینده یه مقدار توضیح میدم که اینا چگونه ایشون گفتن و به چه لحاظی گفتن و معنیش چیه و چرا من انتخاب کردم. یه روزی، روزه یک شنبه، روزایی هستش مثل روزای جمعه در ایران. موهایی که خارج از کشور زندگی میکنم، خب یک شنبه های یه مقدار روزای آرومتری هست، یه مقدار صوباش بخصیص هم آدم میخواد دیرتر بیدار بشه. چیزی که دیدیم تلفن رو ببینم کی هستش، اگر مزاحمت باشی که ردش میکنم. بفرمه قربان، بفرمه قربان. تشکر میکنم از محبتتون، خیلی ممنونم. خب گفتم فقط میخواستم اظهار نظر بکنم، منم ازشون تشکر کردم. عرضم به حضورتون توی نیویورک این اتفاق میفته. شما اگر نیویورک تشریف داشت برده باشید، یک جو خاصی داره یک شنبه، مخصوصا تو متروها، خیابونا یه ذره خلوت‌تره، چون اونجا شبای شنبه بسیار شلوغ و هیجان انگیزه. و توی نیویورک ساعت 9 صبح آقای قهوه‌شو گرفته، روزنامه‌شو گرفته، میره توی مترو، میشینه اونجا و میخواسته قهوه‌شو ببره خونه، روزنامه‌شو بخونه، و در مسیری که داشته میرفته در مترو باز میشه و یه آقای با 4-5 تا بچه یه دفعه میان تو. و این آقا هم همینجوری نشسته بوده رو صندلی خودش و این بچه ها شروع میکنن، چون خلوت هم هستش مترو، شروع میکنن از سر کله هم بالا میرن و خلاصه خیلی شلوغ میکنن، خیلی خیلی شلوغ میکنن. و دیگه این آقای هی عاجز میشه، این آقایی که قهوه داشته، روزنامه داشته، و میبینه که یه مردی هم باهاشون هستش، هی بهش نگاه میکنه، میبینه اون توجه نمیکنه، بچه ها دارن سر و صدای خودشونو میکنن و
دیگه بازی خودشون یا هر چیزی مزاحمت ایجاد میکردن برای این آقا. یکی چند دقیقه گذشت و دید این آقایی که با اون بچه ها اومده بوده، این آقایی که روزنامه داشته، اون میبینه اون آقا هیچ توجهی نمیکنه که اینا دارن خیلی اذیت میکنن. بالاخره به صدا در میاد، میگه آقا یه کاری بکن، به این بچه ها بگو یه ذره ساکت باشن، آخه آرامش اصلا کابین رو به هم زدن و چرا شما آقا بی توجهی به این مسئله. آقا برمیگرده میگه که اجازه بدید اینو بگیرم خدمت رو عرض میکنم. بفرمایید قربان. منو منو و کلامو تمام بکنم. برمیگرده میگه که چرا به این بچه ها یه چیزی نمیگید و اینجا آرامش کابینو به هم زده. و اون آقا برمیگرده بهش میگه که اسم این که همین آقاست پسرم زنی میزنی جواب رو نمی دفعه رو بارو هلو. خب دفعه دیگه جواب نمی رو قربون شما برم. خیلی ممنون. خب زنی میزنم فکر میکنم که میخوام همین جدی مثلا با مزه بازی. در هر صورت اون آقا میادش پیش این آقایی که روزنامه قهوه داشته و میگه که منم خیلی ناراحتم، من میفهمم شما چقدر ناراحت هستی، من همه الان از بیمارستان دارم میام و مادر اینا مردن و من نمیدونم چیکار بکنم. توجه بکنید که این آقایی که با خشونت و خشم مخصوص خودش میخواسته مثلا نه خشونت ولی درخواست آرامش بیشتر داشته، با یک لطفی از این بعد به بچه ها نگاه میکنه و نه به اون اعتراض. و اینو بهش میگن شیفت پارادایم، یا اینکه جهانبینی شما بر اساس یک موضوعی که باز بشه و یک پنداری که شما دارید و وقتی که شما به واقعیت دستیابی پیدا میکنید چگونه میتونه روی تمام افکارتون، تمام رفتارتون. و من فکر میکنم اون آقایی که قهوه داشت و روزنامه داشت بعد از این که این خبر رو از اون آقا شنید اعتراضی نباید داشته باشه، نداشته حتی نه. چون اگه پی برای خود من و شما هم پیش میمد شاید ما میرفتیم حتی بچه ها رو هم یه ذره باشون بازی هم میکردیم. در هر صورت اینم خواستم خدمتتون این خاطره رو گفته باشم. دیگه جاهایی که من میخواستم، یکی از جاهایی که ما هفته پیش بهش برنامه گذشته بهش برخورد کردیم مسئله اعتقادات بود که چگونه یک انسان اعتقاد پیدا میکنه به یک مقوله‌ای که شاید واقعیت نداشته باشه و اونو محک خودش میکنه و فکر میکنه که تمام حوادث بر اثر اون اتفاق بود. من دعوتتون میکنم، فیلم هستش، خیلی هم بامزه است، قدیمیه. من دیگه از ایشون تلفنی نمیگیرم چون فکرم هستشون مزاحمت تو مراهمت. God must be crazy. این فیلمو حتما دعوتت میکنم برای میدونم فیلم بسیار قدیمیه ولی داستانش از این قرار هستش که از هواپیما یه بطری کوکاکولا رو میندازن در یک جایی در یک مثلا یک محله بدوی هنوز زندگی میکردن تو استرالیا مثلا و اینا آشنایی نداشتم با این بطری، اصلا ندیده بودن تا حالا بطری و این گویا این بطری تو سر یکیشون هم میخوره یعنی یه حادثه پیش میاد. بعد این بطری رو برمیدارن، سر این بطری دعواشون میشه، نمیدونن با این بطری باید چی کار بکنن، چه مصارفی داره و باید ازش چگونه نگهداری کنن و میمدن. خلاصه باعث یک مقدار زیادی مزاحمت شده بود این بطریه که هیچ خاصیتی هم برای اینا نداشته و از آسمان اومده بود. اینا هم فکر میکردن که حالا اعتقاد به هر چیزی داشتن این از جای دیگه اومده، پس بنابراین حتی تقدیسش هم میکردن یا همه کاری رو باش کردن، دیدن این داره زندگیشون رو میزنه به هم. و یکی از افراد اون ده مسئولانه بیاد برخورد میکنه و میگه که من این بطری رو میبرم آخر دنیا میندازمش بیرون چون این داره به ما آزار میده.
و تشویقتون میکنم که حتما این فیلم رو ببینید. فیلم بسیار جالبی هستی، چون این شخص بطری رو برمیداره و میره تا به نهایت جهان برسه، چون اعتقاد اینا این بوده که جهان یک جا تموم میشه و اینا میتونن آشغالاشون رو این بطری رو عقب بندازن اونجا و این زجر رو از خودشون رها کنن. و ما خودمون بر اثر همین اعتقادات هستش که این مجموعه ها رو میاریم در خودمون جا میندازیم و بدین ترتیب هستش که ای کاش ما هم آخر جهانی داشتیم که این مقوله هایی که در ذهن ما از آسمون افتاده یا هر جوری به هر ترتیبی باعث این همه زجر و نفرت و خشم و نادانی و خصلت های بد شده، اینا رو میتونستیم آخر جهان میرفتیم و مینداختیمشون دور. بدین ترتیب از شما تشکر میکنم که وقتی رو گذاشتید با هم دیگه، زمانی رو گذاشتیم. همونطوری که گفتم در برنامه آینده فقط به صورت ضبط شده در خدمت شما خواهم بود و مگر اینکه احتیاجی باشه یا ضرورت شما ببینید برای برنامه زنده که باید این مراتب رو از طریق ایمیل یا برای من مشخصا یا به دفتر مرکزی تلویزیون مردم ارسال بکنید تا در این رابطه اقدام بکنید. بله، برنامه ها به صورت پیش ضبط شده خواهد بود از این به بعد، ولی برای من میتونید ایمیل بفرستید. و از دوستانی هم که اینقدر مشوق من هستن که عدهشون هم کم نیست، خیلی تشکر میکنم. امیدوارم همچنان تلویزیون مردم رو سپورت بکنید تا بتونه این برنامه ها همچنان ادامه داشته باشه که دیدگاه‌های متفاوت بتونن بیان و آزادانه صحبت کنن و شاید به جایی برسیم که مطلوب همگان باشه و اونجا جایی هستش که صلح جهانی و بضاعت درست جهانی همواره دست به دست هم با هم دیگه راه میرن. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم و بدین ترتیب تا برنامه آینده شما رو به نیکویی میسپارم. و بدین ترتیب اگر نوروزی هم نوروز بود و من هنوز در خدمتتون نبودم، شما رو پیشا پیش تبریکات نوروزی بنده رو بپذیرید. روزتان خوش.